برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. گرفتار شدن در چنگال اهریمن اعتیاد، قدم گذاشتن به دنیای تاریکی ها و فناست. برای رهایی از بیماری اعتیاد همچون مواد مخدر، الکل، قمار، سیگار و دیگر اعتیادات، سیامک افشار در مؤسسه ترانسفورمینگ لایف سنتر با سالیان تجربه شخصی و حرفه‌ای دست یاری به سوی شما دراز می‌کند. سیامک افشار در مؤسسه ترانسفورمینگ لایف سنتر که دارای کلی امکانات و تجهیزات لازم و محیطی سرسبز و دلانگیز و آرامش بخش است، با سرویس کامل پذیرایی بیماران گرفتار شده به اعتیاد را بار دیگر به زندگی پر از تندرستی و خوشبختی باز می‌گرداند. مؤسسه تولدی دیگر یا ترانسفورمینگ لایف سنتر به بیماران اعتیاد که در مرحله انکار می‌باشند، با مداخلات حرفه‌ای که به اینترونشن معروف است، به بیماران اعتیاد یاری می‌رساند. تلفن ترانسفورمینگ لایف سنتر را به خاطر بسپارید: 949 910 3585 و یا 818 590 0134. زندگی زیباست. درود بر شما هموطنان گرامی، خوش اومدین به برنامه مداخله. من سیامک هستم، یک جوان ایرانی با داشتن بیماری اعتیاد و 35 سال و چند ماه پاکی. در ضمن به عنوان یک روانکاو بیماری اعتیادم برای سالهای سال، 31 سالم بیشتر شد، مشغول فعالیت هستم توی این رشته در کالیفرنیا. در ضمن هم مدیر پروگرام یا مرکز توانبخشی تولدی دیگر که راجع بهش هم الان دیدین تبلیغش بود، در شهر یوربالیندو هستم. مرکزی واقعا روحانی و دلپذیر که کمک بکنه به شما هموطنان گرامی برای توانبخشی. اخیراً من خیلی صحبت توانبخشی رو باز میکنم برای شما هموطنان، به این معنی که هر کسی میتونه دوباره خودش رو دریابه و به تواناییش دستیابی پیدا کنه. حتماً نباید یک بیمار معتاد به مواد، مشروب، قمار، سیگار و پرخوری دیگه این حرفا بشه. و اگر دوستان به هر دلیلی از خودشون دور شدن، جدا شدن و امروز در زندگیشون تخریب هایی ایجاد شده، آسیب هایی دیده میشه، زخم هایی ایجاد شده، کمک میتونن بگیرن. حالا اگه بگین سیامک ما از کجا بفهمیم این تخریب ها هست، این زخم ها هست، این ناتوانی ها ایجاد شده، از نزدیکانتون بپرسید. بله، والدین، فرزندان، همسر، دوست دختر، دوست پسر، سابکار، دوستان نزدیکتون، best friend، بهتون میگن که شما اون جوان قدیمی نیستین یا اون شخص پارسال، 5 سال پیش، 10 سال پیش نیستین. و اگه اونا شاکی شدن و دارن اعتراض میکنن یا مسائل به نظر شما میارن، عقیده بدی نیست که به خودتون این فرصت رو بدین و ببینین که آیا چقدر این برداشت اونها یا صحبت اونا که میتونه برای بعضی ها به صورت تهمت حتی جلوه کنه واقعیه. یا خب ما نباید که خودمونم گول بزنیم. اگه مادر، پدر، همسر، فرزندان همه یه چیزی در مورد ما میگن، شاید صحت داره. اونا که بدی ما رو نمیخوان، واقعا بدی ما رو نمیخوان. وقتی یکی میگه من مادرتم، من پدرتم، من پسرتم، من دخترتم، من خواهرتم، من برادرتم، من بدی تو نمیخوام، و دو سه تاشون هم میگن اینا، شاید واقعا مسئله که میگن درسته و باید بهش توجه کنیم و همچنان انکارش نکنیم. حالا
اگه مسائلی که میگن به شما به نظر شما آوردن از جمله مواد و مشروب و الکل و قمار و اینا نیست، ولی بازم یه مسائلی که داره تخریب آسیب میرسونه به خودتون و دیگران، من میگم برای شما هم کمک هست دوستان. سیستمی هست به اسم behavioral modification، فارسیشو نمیدونم ببخشین، ولی معنیشو میتونم به فارسی بگم، رفتار و کرداری که توش تحول ایجاد میکنه، ایجاد تحول پذیره. اونو اون کاری که ما میکنیم و اون کار ما با هر کسی انجام میدیم، ضرورا نباید مواد و مشروب هم توش باشه. اگه یک انسانی هست زندگیتون کار نمیکنه، در زندگیتون تخریب ایجاد شده امروز، با ما تماس بگیرید. خودتون متوجه شدین که بعضی موقع ها عدن شنیدین یا تجربه دارین یا فیلم های دیدین، اشخاصی که کاملا غیر مسئولن، لاابالی هستن، حتی صداقت ندارن، قدرت توانایی این که به کلامشون اهمیت بدن، قولشون اهمیت بدن ندارن، نامنظمن، دیسپلین ندارن، میرن سربازی، سرویس، و تعداد کثیرشون بعد از 2-3 سال اصلا یه انسان دیگه میشه. آره باور کنید تعداد کثیرشون متحول میشن. حالا ممکنه تک و توکشون هم نشن، بیافتن بیرون، اونجا الکلی معتاد بشه، همه اینا هم این کار داره. ولی اکثر کسانی که میرن توی همچین سیستمی وارد میشن، به خاطر سیستم، به خاطر رفتار و کرداری که باید نشون بدن، کارهایی که باید انجام بدن، تحول پیدا میکنن. یعنی با انجام دادن مکرر یک سری کارها، مغز ما به مرور برین واش میشه، شستشو پیدا میکنه از چیزهایی که توش بوده. حالا اگه چیزهای ناسالمی توش بوده، باورهای ناسالمی توش بوده، یواش یواش میتونه به باورهای سالم و تاثیرگذاری تبدیل بشه. اگه باوری در ما بودش که مسئله نیست، ما نباید جامونو جمع کنیم، نباید اتاقونو برسیم، نباید به کاغذامون پیپرامون برسیم، نباید بیلامونو مرتب بدیم، نباید به قولمون به اونطوری نگاه کنیم که زندگیمون بهش بستگی داره، خیلی مهمه، این باورها میتونه متحول بشه به جایی برسه که اگه یک چیزی از کلام یا دهن من در میاد، زندگیم بهش بستگی داره، باید انجامش بدم. وقتی من بالا میشم باید تختمو قشنگ جمع کنم و مطمئن باشم تو اتاق من چیزی جایی نافتاده که نباید باشه. شب من وقتی میخوام بخوابم باید سرم بذارم سجده کنم و تشکر از نیرویی که بهش ایمان دارم، نیروی برتری که بهش ایمان دارم، تشکر برای سلامتیم، تشکر برای اون چی که دارم، تشکر برای صلحی که تو زندگیم هست، تشکر برای افرادی که هنوز تو زندگی من هستن، به من اهمیت میدن، با من نزدیکن، با من صادقن، به من وفادارن. من اگه میرم سر کار و ساعت میذارم که الان کارم چی شده، باید وظیفه شناس باشم، مسئول باشم، صداقت داشته باشم، واقعا ته دل کار کنم و یه طوری به این کار نگاه کنم که کار خودمه، من صاحبشم. وقتی ما باورهای ناسالمون رو به این نوع باورها تبدیل میکنیم، باور کنین زندگیمون خیلی خوب کار میکنه. اطرافیان ما هم دیگه انقدر شاکی نیستن، گله نمی کنن، هی مسائل به نظرمون نمیارن. من هفته پیش اشاره کردم به مادری که یه جوان نزدیک به 40 ساله خونش داره و واقعا چی میگم موی دماغشونه، مثالایشون من بلد نیستم، یادم نمیاد، یعنی یک انگلیه در اون خانواده و هیچ کار مفید زندگیش نمیکنه. خب این سمیه دیگه، این ضروری نیست. 100% مادر مقصره که به خاطر وابستگی ناسالمش
این جوان تونسته نزدیک به 40 سالش بشه، هنوز لاابالی، هنوز هیچ مدرکی نداره، هنوز یه زنی نداره، هنوز برای خودش زندگی تشکیل نداره، هنوز یه سرمایه نداره، هیچ، هنوز بچه ننه است، هنوز مامانه باید بهش غذا بده، مامان باید بهش تخت بده، جا بده بخوابه، مامان باید یادآوری کنه که بره حموم. کاما آخه چقدر ما ناخوشیم، مادرهایی که این کارو میکنین هنوز، یا پدرهایی که روتون میکنین و میذارین همسر ناخوش وابسته متقابل تو این کارا رو بکنه و بعدم میگین که من دستم کمکی بر نمیاد. من معتقدم بهبودی برای همه این افراد امکان پذیره، باور کنین امکان پذیره، فقط باید تسلیم بشیم، بیلو بندازیم، دستمون رو بکنیم بالا، بگیم کمک. و ما در سازمان تولدی دیگر که اوایل برنامه بهتون اشاره کردم که واقعا یک مرکز خیلی خیلی زیبا و قشنگی، نمیدونم اکثر میبینین یا نه، این پایین زیبایی حرف نداره، خیلی افتخار میکنم که یه مرکزی به این زیبایی داریم، ما کمک میتونیم بکنیم به شما. ما میتونیم مثلا یکی از اتاقاش ببینید چه، البته میدونم نشون داده نمیشه به اون صورتی، اتاقایی داریم که توش جکوزی هست، حموم توی خود اتاقه، بالاش مثل جاهای ییلاقیه و پنجرش میتونی یه استخری ببینی که واقعا زیباست و سلاید داره، یعنی از اونا که حالا میشینی و سر میخوری میفتی تو آب. چهار تا سگ داریم که بیوتیفول، یکی یکی زیباترن. 27 تا پام تری داریم، درخت های نخل، فکر کنم فارسیش میشه نخل اگه اشتباه نکنم، خیلی واقعا مثل یک منشنه، یک جای زیباییه. و غذا هم غذای خونگی درست میکنیم، شف داریم، یکی واقعا باور کن انگشتاتون رو میخوریم. و افرادی مثل من که تعهدمون به خدمت گذاری، تأثیر گذاری جو زندگی میکنم، من جو زندگی، من سه تا کانس الان شده چهار تا ببخشید، یه خانومم با من زندگی میکنه آمریکایی، یه خانم آمریکایی جیم که هم کانسلر هم شف، یعنی غذامونو میپزه. تد شنایدر یه جوونه، جوون که چرچ کنم سنش منم بیشتره، یه ذره آمریکایی سیاه پوست افرو امریکن، و بنده، سه تامون آردی سرتیفاید کانسلر هستیم، نه ببخشید دو تامون، من و تد شنایدر. جیم دانشگاهشو تموم کرده، داره سرتیفاید میشه، و نانسی هم آمریکایی هم شروع کرده دانشگاهشه که اونم بره سرتیفاید کانسلر بشه. نانسی خانم 22 سال پاکه، جیم 8 سال و نیم پاکه، تد 31 سال پاکه، منم 35 سال. هر چهار تا اونجا زندگی میکنیم. شما من بگین کدوم مرکز رو میشناسین که این همه افراده که واجب شرایط هم واقعا پروفشنال هم کارشو اینه و این همه سالهای پاکی دارن تو مرکز زندگی بکنن. حتی کانسلوراشون هم در مرکز زندگی نمی کنن، مشاورینشون. تکنیشن بله، تکنیشن کسیه که مثلا صندلی رو میچینه، بچه رو میبره میتینگ، مطمئن میشه همه سر موقع بلند بشن، میره اتاقا رو چک میکنه که ببینه همه اتاقاشون ترتمیزه. اونجور افراد بله دو سه تا هستن، شاید زندگی نکنم ولی شیفت مرتب دارم. من اونجور مرکز کار کردم دیگه، 13 تا مرکز متفاوت کار کردم، یکیشون من یک کانسلینگ که زندگی بکنه نکنه. من پروگرام دایرکتور هستم، مدیر عامل هستم، صاحب اونجا هم زندگی میکنم. جیم که کانسلر شف هست، یعنی غذا رو میپزه، آشپز خصوصی اونجا زندگی میکنه. تد شنایدر لایسنس کانسلر 28 سال این کارو میکنه، 31 سال هم از خودش پاکه اونجا زندگی میکنه. و نانسی هم تازه اومده به خانواده ما ملحق شده که یه خانوم هم اونجا باشه، البته 3-4 شب با ما، 3-4 شب هم خونه خودشه. یه روزی بیاییم ما رو ببینین از نزدیک، یه روزی بیاییم توی گروپ چهارشنبه ما بشینین، ببینین خانواده ها چقدر متحول شدن.
ما یکی از مراکزی هستیم که متعهدانه با خانواده کار میکنیم که خانواده هم متحول بشن. و همینطور که عرض کردم اول برنامه، با خانواده هایی که معتاد الکلی هم ندارن ولی خانواده شون نابسامانه، یه چیزایی کار نمیکنه، به توانبخشی احتیاج دارن، به یه تیم شدن، به همکاری پارتنر شدن احتیاج دارن. خانواده‌ای که پدر دکتر بوده، وکیل بوده، سرمایه گذار بوده، همش کار میکرده، یا راننده بوده، هرچی، ولی نموده خونه، در ازاش بچه ها توجه لازم و سوپرویژن تازه نندن و مادرم شاکی شده، زخمی شده، برای اینکه همسر باشه اینقدر وقت نمیتونه بذاره و رابطهشون کار کنه و وقتی همسر میرسه خونه زخمی، ببخشین خسته، گفته، میفته. والا بگه مواد و مشروب و سیگار هم نمیکشه ولی حضور نداره، فقط شده یه پرووایدر، یعنی مهیا کننده، نون رو آوردن به سر میز. کار یک همسر فقط این نیست، کار یه پدر فقط این نیست، اینو یه دوست همسایه یا یه دولت هم میتونه بکنه، سازمان های دولتی که پول بدن غذا رو تو بتونی بخری یا بری بگیری یا بالاخره نونی داشته باشی بخوری. پرووایدر هر کسی میتونه باشه، ولی علاوز عاطفی، انسانی، توانبخشی، بچه احتیاج به کمک داره و همسر احتیاج به اون عشق و توجه رو داره. ولی ما اینقدر تو دنیای خودمون محو میشیم که توجه به این مسائل نیست و بعدها تقاص پس میدیم. ما به اون خانواده هم که هنوز تقاص های سنگینی از جمله که بچهشو معتاد الکلی بشه کمک میکنیم، یا اونایی که اوشیم انقدر رسیده و بچه واقعا بی‌سامانه و منظم نیست و وظیفه شناس نیست و مسئول نیست ولی هنوز مواد و مشروب نزده، به اون خانواده هم کمک کنیم. یا خانوادهایی که دیگه آسیب انقدر بوده که بچه الان شده الکلی، هروئینی، سیگاری، دریاکی، کوکینی، شیشه‌ای، پرخور، به اونا هم کمک میکنیم. حالا به خود خانواده هم کمک میکنیم دو طریق. یکی که اگه بچه‌شون اومد، اونا مرتب باید گروپ های ما بیان، اونا باید مرتب جلسه دوازده کامه حمایتی خودشون برن، اونا مرتب باید کتاب های خودشون رو بخونن، اونا با راهنما بگیرن، قدماشون رو کار کنن، اونا با روان درمانی ببینن با در گروپ های ما و اگه لازم باشه در بیرون از مرکز ما روان درمانی ببینن با دکترها و روانشناسایی که ما میشناسیم، یا اون اگه خودشون دارن مسئله نیست. و اگه بچه‌شون هنوز نیومده، ما با خانواده انقدر کار میکنیم همه جوره، یا اوت پیشن سرپایی، فقط گروپ های ما رو بیان، با من جلسه داشته باشن، با روانشناس ما جلسه داشته باشن و برای ماها رو خودشون انقدر کار کنن که بتونن به اون مرحله برسن که تاثیرگذار باشن رو جوانشون، یا حتی میتونن بیان تو مرکز ما و بستری بشن. بله، ما خانواده با بسته متقابلا بستری میکنیم، کردیم تا حالا اقلا 4 تا. یکی دو تاشون انقدر قوی شدن که بعد مدتی رفتن و بچه‌شون وارد پروگرام ما شد. نتیجه این بود هم خودشون خوب شدن، هم فرزندشون تسلیم شد و اومد تو پروگرام ما که بهبودی بگیره. اگر در خانوادتون بچه هستش که نظم و ترتیب نداره، مسئولیت قبول نره و شاید هم به خودش در میره با همش تو تلفن بودن یا پای کامپیوتر بودن یا پرخوری یا همش سرویس دادن، یعنی وابسته شدن به مردم که از اونا تاییدیه گرفتن و برای اونا کار کردن، خدمت کردن بدون اینکه اجرتی بگیره، یه طوری این نابسامانی ها داره ادامه پیدا میکنه. ولی هنوزم مواد نزده ولی داره یواشاش، خدا نکرده، وزنش زیاد میشه، یواشاش داره افسرده میشه، یواشاش داره زیاد صبح تا شب کامپیوتر گیم بازی میکنه، ما به اونا کمک میکنیم. دوستان عزیز، حتما نباید مشروب و مواد جزوی از صحنه باشه. من از شما میخوام که
به ما اطمینان کنین اگه میتونین، حداقل بیاین ما رو ببینین. با بنده با بچه‌ای که تو مرکز ما هستن همش 3-4 تا بیشتر نیستن، چون خیلی ها نمیخوان سیگارو تک کنن، خیلی ها نمیخوان مثل جای زندگی کنن مثل سربازخونه است، برای همین نمیان. اونا میرن جایی که راحت، تعداد که برای ما میان کمک میگیرن و میمونن محدوده، به اندازه انگشتای دستمونه. باور کن الان 4 تا داریم. بیاین یا با بچه‌های ما یا با پدر مادر خواهر برادر بچه‌های ما صحبت کنین، یا همسر کسانی که اونجا هستن صحبت کنین. چهارشنبه هستن اونا. حرفای من اطمینان نداری، منو نمی‌شناسین، هیچ مسئله نیست. بیاین با اونا و خودتون متوجه میشین دیگه، با اونا صحبت کنین، با صداقت دارن آنچه که تجربه کردن با برای مدت‌ها با ما بودن و باهاتون در میون می‌ذارن، هر سوالی هم دارین ازشون بکنین. خب خیلیشون نمی‌خوام بیان پای تلویزیون و من نمیتونم سرزنش کنم چون گمنامیشون از بین میره. بعضیشون دکتر هستن، وکیل هستن، یا خود بچه وکیله یا داره وکیل میشه، داره دکتراشو میگیره، مقام های بزرگی دارن. حتی اونها دکتر وکیل باشن، یه آدم سرشناسی هستن، سرمایه گذارن، یا حتی اونا هم نه، بالاخره یه گمنامیه که دستشو بشنه، میخوان تو خانوادهشون ایران یا اینجا ببینه که بفهمه این شخص این بیماری داشته. برای همین اینجا نمیان و هیچ اشکالی هم نداره، ولی اونجا تو مرکز ما در روز گروپ تراپی، گروپ روان درمانی خانواده هستن و هیچ هم ناراحت نمیشن یه غریبه بیاد. میدونن که چهارشنبه فامیلی گروپ ما بازه، اینو میدونن و قبول کردن و میدونن هر کسی میتونه بیاد اونجا و ببینتشون. و ازتون خواهش میکنم تشریف بیارین چهارشنبه با همین شماره 818-590-0134 تماس بگیریم، من بهتون آدرس میدم، یه چهارشنبه پوشیم بیاین، خرجی هم براتون نداره. اقلا ما رو ببینین و ببینین صحبت هایی که من میکنم راجع به زیبایی مرکزمون، راجع به عشق و صفا و محبت که اونجا هست، راجع به اینکه ما 4 نفر اونجا زندگی میکنیم، یعنی انقدر حواس اونجا همه چی هست چی نیست، یا خودمون اونجا هستیم، همه اینا میتونین اطلاعات لازمه رو بگیرین خودتون از نزدیک دیگه. این کارو بکنید، با قول آمریکا یا هوم ورکتون رو انجام بدید. خیلی از شما 4-5 تا مراکز دیگر رفتین، آخرش مرکز ما پیداتون شده. یادتونه پدر از یه استیت دیگه بود، فکر کنم واشنگتن دی سی اگه اشتباه نکنم، میگفت 500,000 دلار برای فرزندش خرج کرده و مرکزی، یکی از چندی مرکز که بچهشو برده، بزرگتر مرکز آمریکاست، بهش میگن هیزلدون. هیزلدون یکی از واقعا از هر لحاظ خیلی مرکز بالایی، ولی به خاطر اینکه فرهنگ بار نداشت، به خاطر اینکه آدمای متحدی مثل ما نتونسته بودن با بچه کانکت بکنن، بعد مثل که 20 و چند روز اونجا میذاره میره. بعضی جا چند ماه هم مونده بود، اومده بود بیرون چند ماه دیگه لغزش کرده بود. 500,000 دلار خیلیه، ولی 3 سال پیش بچهش اومد، پهلا ما 1 سال تموم موند، الان بچهش 3 سال پاک. امیدوارم یه روزی بیا بعد ما هم خودش هم بچهش میمن رو آنتن. و این بچهش رو ببخشین، بابی 2 بار مهمون من بود اینجا، پدرش از واشنگتن دی سی میمن رو آنتن، 1 بارم اومد اینجا حضورم با پدرش رو من مصاحبه کردم، اومده بود بچهش رو ببینه. و امیدوارم که در برنامه زنده که تلفن داریم و تلفن جواب میدیم، یه دفعه این پدر گرامی دوباره زنگ بزنه، داستان زندگیشو بگه، داستان بچه‌شو بگه، بگه چگونه 500,000 دلار خرج بچه‌ش کرد ولی نتیجه نگرفت، ولی الحمدلله 3 سال خورده الان بچه‌ش پاکه، برای اینکه اومد پلیمو. ما کسانی که میام دوستان پلیمو میمونن و تسلیم میشن و بهبودیشون رو کار میکنن و خانواده‌ام رو خودشون کار میکنن، باور کنین کارشون تمومه دیگه، لغزشی وجود نداره. کسانی که پروگرام ها رو تموم کردن 93% اونا پاکن. چگونه میتونه یکی همچین رقمی بده، همچین درصدی بده؟ من میتونم و میتونم ثابت کنم. اون تعداد که اومدن و پروگرام ها رو تموم کردن الحمدلله. و اکثر اونا هم اقلا 2-3 تا، بعضیشون 5-6 تا، بعضیشون 7-8 تا پروگرام های دیگه رفته بودن تا اینکه اومدن پریم. چون ما متعهدیم هم خانواده هم فرزند یا بیمار شناخته شده متحول بشن. تو خانوادم بیمارای دیگه هستن که شناخته نشدن، بهشون میگیم ما not been identified yet،
The addict alcoholic is identified. The other ones are not identified yet. الان خیلی از پدرها که فرزندشون پلیم اومدن خیلی سپاسگزارن، چرا که اونا مجبور بودن سیگارشون رو ترک کنن تا بتونن بیان فرزندشون رو ببینن. پدرهای داشتیم که 30-35 سال سیگار میکشیدن و برای اینکه فرزندشون رو پلیم ما سیگار رو مجبور شدن ترک کنن. اول دو سه ماه طول کشید ولی بالاخره ترک کردن و الان خیلی خوشحالن. اون زن همسر گرامیشون هم دیگه مجبور نیست هر شب یه اشتری زیر سیگاری رو ببوسه. این شخص هم خودش ممکنه چند سال بیشتر زندگی کنه و چند سال آخر زندگیش هم یه پاش بیمارستان یه پاش خونه نباشه. و اینو مدیون فرزندشون هستن که اومد پلیمو. برصورت برنامه رو باید به خاتمه برسونم. 17, 18, 19 August حتما تشریف بیارین به لیک اروهد. و اینم آقای ماد جبرانی عزیز که برای سپتامبر 25 سپتامبر در ایروین ایمپرو یه فاندریزینگ داشتن برای سازمان تولدی دیگر برای مرکز ما. دوست گرامی ماست که خدا انشالله حفظش کنه که یکی از جمله هنرمندان خیلی معروفه که خدمتگزار هم هست و از اونقا وقتش و زمانش و همتش رو میذاره که به یه سازمان های غیر اتفاعی مثل ما کمک کنه. البته جاشه که از امیر عزیز، تهران عزیز، امید و راجا که هندی هم تشکر کنیم و خود مازم که اون روز با بنده MC هستیم اون برنامه رو انجام میدیم. 25 سپتامبر یا تو نره ایروان ایمپرو. و پارسال این کار کردم، این دومی ساله. پارسال حدود نزدیک به 3 هفته باور کنه اقراق نمی کنم قبل از روز فانریزین تیکت تموم شده بود. بس وای نستیم تا اون روز، چه مطمئن باشید تیکت پیدا نخواهد بود. از اول آگوست هم تیکت ها به فروش گذاشته خواهد شد. بس سریع برین بگیرین تیکتتون رو. خیلی ممنون که با ما بودین. سپاسگزارم. تنگ خانم تهرانی که این فرصت ما میدن. تنگ آف فور گریت انجینیرین. تا هفته آینده خدا نگهدار. گرفتار شدن در چنگال اهریمن اعتیاد قدم گذاشتن به دنیای تاریکی ها و فناست. برای رهایی از بیماری اعتیاد همچون مواد مخدر، الکل، قمار، سیگار و دیگر اعتیادات، سیامک افشار در مؤسسه ترانسفورمینگ لایف سنتر با سالیان تجربه شخصی و حرفه‌ای دستیاری به سوی شما دراز می‌کند. سیامک افشار در مؤسسه ترانسفورمینگ لایف سنتر که دارای کلی امکانات و تجهیزات لازم و محیطی سرسبز و دلانگیز و آرامش بخش است، با سرویس کامل پذیرایی بیماران گرفتار شده به اعتیاد را بار دیگر به زندگی پر از تندرستی و خوشبختی باز می‌گرداند. مؤسسه تولدی دیگر یا ترانسفورمینگ لایف سنتر به بیماران اعتیاد که در مرحله انکار می‌باشند با مداخلات حرفه‌ای که به اینترونشن معروف است به بیماران اعتیاد یاری می‌رساند. تلفن ترانسفورمینگ لایف سنتر را به خاطر بسپارید. 949-910-3585 و یا 818-590-0134. زندگی زیباست.